Bismillahirrahmanirrahim. 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 نام خداوند بخشاینده مهربان، خالق آسمان ها و زمین، نور آسمان ها و زمین، صاحب عرش عظیم و پروردگار آسمان ها و زمین، همیشه سخن خودم را آغاز میکنم. اسم من فریبرز، متولد ایران هستم. وابسته به هیچ گروه سیاسی، غیر سیاسی، حزب، دسته، سازمان و تشکیلاتی نیستم. وابسته به هیچ حکومتی و دولتی بر روی این زندگی زمینی نیستم. فقط و فقط به خداوند یکتا وابسته هستم. هدف از پر کردن ویدیو و کلیه ویدیوهایی که بر روی کانال های اینترنتی گذاشتم، حمایت از دین خداوند، امر به معروف و نهی از منکر، در زبان فارسی گفتن زیبایی ها و یادآوری انسان ها به این که کارهای زیبا کنید و کارهای زشت نکنید، زیرا که خداوند یکی از قوانین مهم مشین است و این قانون برای پیشرفت انسان ها در جامعه بسیار بسیار مهم است. همونجور که خودتون میتونید در زبان عامیانه فارسی، دوست واقعی اونی که ایراد دوست رو بگه، بگه که ای دوست کار زشت رو نکن. ایجاد امر معروف و نهی از منکر باعث پیشرفت و به جلو رفتن و ایجاد تحول در زندگی بشری میشه. بلخص موقعی که مسائل کشوری، اجتماعی، خانوادگی، اخلاقی، اقتصادی، سیاسی، حکومتی و کلی مسائلی که انسان ها باهاش در زندگی دست به گریبان هستن. همون چی گفتم، من متولد ایران هستم. به علت مسئولیتی که نسبت به خداوند یکتا دارم که از این دین خداوند حمایت کنم، و به علت مسئولیتی که نسبت به کشور خودم دارم و به هموطنان خودم دارم، ویدوها رو پر میکنم که ایشالله مثمر ثمر قرار بگیره و باعث روشنایی و پیشرفت در زندگی ما در کشورمون بشه. در هر جلسه مطالبی رو عنوان میکنم که امیدوارم باعث روشنایی قرار بگیره در ذهن تمامی ایرانی ها در هر کجای دنیا که زندگی میکنید، چونهایی که با این حکومت موافقید، چونهایی که مخالفید. شواهد امن نشون میده که موافقین این حکومت 1/20 جمعیت ایران هستند، نیست به عبارت 4-5 میلیون از اشخاصی که در همردیف آقایون آخوندها و روحانی ها هستند و یا باشون کار میکنن یا مثل اونها در خانواده های آخوندی بزرگ شدن و یا تشابهات زیادی به خانواده های اونها دارن و نگرششون به دین اسلام متاسفانه محدود و بسیاریش مخالف محکام اسلام است. یکی از اون مطالبی که بسیار بسیار مهم است و در دین خداوند وجود داره و میخوایم ببینیم که صحیحش چیست و ادعاهایی که این آقایون آیت الله ها و آخوندها میکنند و پیروان آنها میکنند چیست. مدت 40 سال و یا 41 و 42 سال هست که این حکومت بر سر کار اومده. اونجور که خودم عرض کردم قبلا، من از اشخاصی بودم که با شاخه های گل از فرودگاه تا بهشت زهرا از آقای خمینی استقبال کردیم و نمیدونستیم که این آخوندها و این آیت الله چه افکار عجیب و غریب و مالی خولیایی و 80% خطرناک و مخالف اسلام رو دارن، چون از اسلام آگاهی نداشتیم. هنوزم جمعیت ایران اکثرشون آگاهی ندارن. من از اینجا میخوام انسانها رو دعوت کنم به مطالعه، به خواندن و فراگیری اسلام صحیح، خواندن قرآن. خواهش میکنم انسانها این کار رو بکنید که توسط این آخوندها و آیت الله ها باعث بازیچه دست اونها قرار نگیریم. اینجا این نیست که من بگم با روحانیت مخالف هستم، نه خیر. اما هر دینی، بلخص ادیان الهی،
نیازی به روحانیت داره، اما روحانیت صحیح که پیرو کاملا 100% پیرو روش خداوند و پیامبر اسلام باشند، احکام خداوند و سنت پیامبر اسلام باشند، که 80% متاسفانه در طی 1000 سال اخیر در روحانیت ایران به بیراهه رفته و از مسیر حقیقی اسلام بسیار بسیار دور شدند. برگردم به مطلب امشب. مطلب امشب ادعاهای عجیب و غریبی است که حکومت ایران توسط بزرگان حکومت ایران، چه آقای رهبر قبلی، چه آقای رهبر فعلی و دستگاه قضایی و کسانی که از روحانیان بزرگ در ایران هستند که خودشون رو بزرگ میکنند، ولی از نظر خداوند کسی بزرگ است که دارای تقوای والا باشه، یعنی پرهیزکاری، درستکاری. ادعاهایی که می کنند سران کشور ایران و انسانها رو متهم می کنند به جرمهای مختلف با نامهای مختلف، امشب می خواهیم به اونها بپردازیم. لیستی تهیه کردم که چند تاش اینجا خدمت رو می خواهم مطرح کنم امشب. به بعضی از اشخاص دستگاه قضایی ایران و بسیاری از آیت الله ها و روحانیون که در سر کار هستند و آقای رهبر رو حمایت میکنن و خود آقای رهبر چه قبلی چه فعلی، به بعضی از انسانها اتهام مفسد فی الارض رو میدن، محارب با خدا رو میدن، کافر و منکر رو میدن و مرتد رو میدن. به انسانها تهمتهای مختلف میزنن و با این تهمت ها انسان ها رو به بند میکشن، به زندان میندازن، بعضا به قتل میرسونن و از حیثیت و شخصیتی که انسان ها دارن با این اتهام ها انسان ها رو دارای شخصیت پایین میدونن و اونها رو به تهمت های مختلف افترا میبندن. امشب میخواییم ببینیم که مفسد فی الارض کیست، محارب با خدا کیست، مرتد کیست، کافر کیست، ملحد کیست، بازیچه دست این آقایون قرار نگیریم. طبق آیات خداوند کافر کسی است که حقیقت رو انکار کنه و بلخص حقیقت آیات خداوند رو انکار کنه و رسول بودن حضرت محمد رو انکار کنه. میتونه در فکر شخص این رو قبول نکنه، انکار کنه، نپذیره، اما موقعی که در صحنه حکومت قرار میگیره و یا در صحنه حکومت قرار نمیگیره، کارهایی میکنه که در عمل به کسی که پیرو حقیقت هست و بلخص پیامبر خداوند و پیروان پیامبر خداوند ضرر میرسونه، این شخص کافر است. این از در زمینه بحث کفار و کافر. ملحد کسی است که شرک می‌بنده، می‌ورزه به خداوند یکتا و یا خدا رو انکار می‌کنه یا برای خدا شریکانی قرار میده، مشرک میشه و در این حال ملحد میشه و پس از اون با این افکار در مقابل پیامبر خدا و اصحاب خدا و مقابل خداوند قرار میگیره. اگر در مقابلش قرار بگیره به صورت عملی و فکری، هر شخصی میتونه دارای فکری باشه، داشتن فکر در ادیان الهی و در مغز بشر آزاده، میتونه فکر داشته باشه، عقیدش رو بیان بکنه، ولی موقعی که این افکار و عقاید منجر به اعمالی بشه که بخواد به حقیقت یک راه، یک راه زیبا، یک راهی که انسانها رو به پیشرفت میبره اعمالی بکنه که انسان‌ها رو از اون پیشرفت باز می‌داره، خودتون می‌بینید که در جهان بشری این یک اشتباه بزرگ است و خدای نکرده اگر به جرم‌ها و مسائل مختلفی که به انسان‌ها که در راه حقیقت قرار دارن ضربه بزنن، خودتون می‌بینید این الحاد و شرک ورزیدن و در عمل ضرر به انسان آزادنه که این مخالف است با قوانین حقیقت اسلام و قوانین حقیقت بشری. و جمهوری اسلامی بعضی از اشخاص رو کافر و ملحد و مشرک میدونه. بعضی از افرادی که به دین اسلام اعتقاد ندارن و
و افکار و عقاید دیگری اعتقاد دارند، حتی افکار که مربوط به ادیان الهی باشه اعتقاد ندارند، که همونجور که در ویدیوهای قبل عرض کردم خداوند انسانها فکر داده و هر انسانی میتونه فکرشو بکنه و در مسیری که میخواد زندگی بکنه تا جایی که به انسانها ضرر نزنه. مثلا در جامعه ایران شنیدم که اشخاصی که به دین یهودیت اعتقاد دارن، حکومت جمهوری اسلامی زندگی رو براشون سخت میکرد و هنوزم میکنند. مخالف با آیات خداست. جمهوری اسلامی برای اشخاصی که به طرز فکر بهایت اعتقاد دارن، که بهایت یک دین نیست و خودشون رو دین میدونن، حالا بحثای دیگه‌ای که در ویدیوهای قبلی عنوان کردم باز هم بیشتر توضیح خواهم داد، چه همچین طرز تفکری دارن و خودشون رو بهایی میدونن. جمهوری اسلامی زندگی رو بر اینها هم محدود کرده، با همین کلماتی که استفاده میکنن، یا میگن ملحدند یا میگن کافرند و اینجور تهمت ها رو بهشون میزنن. این که تهمت رو کسی بزنه و نتونه، یعنی معذرت میخوام، زندگی انسانها رو محدود کنه، بهشون ظلم کنه، حق رو هیچ حکومتی نداره و در سنت پیامبر اسلام اینگونه نبوده. تمامی انسانها حتی اگر دارای عقیده بت پرستی باشن، عقیده بهایی باشن، عقاید آتش پرستی باشن، عقاید بت پرستی و شینتویزم هندویزم باشن، موقع که عقیده شون داشته باشن و زندگی خودشون انجام بدن، این در اسلام آزاده، همونجور که در دقایق پیش عرض کردم. اما موقعی که بخوان به جامعه‌ای که در مسیر صحیح زندگی قرار داره، با حکومتی که در مسیر صحیح قرار داره ضربه بزنن، لطمه بزنن، این جلوشو باید گرفته بشه. بلخص اگر حکومتی دارای حکومت اسلامی و یا حکومت ادیان الهی باشن، کسی حق ضرر نداره و اون انسان‌ها ضرری نمیزنن، که اون انسان‌ها با عقیده خودشون زندگی میکنن، کارشون رو میکنن، شغلشون رو انجام میدن، مالیاتشون رو به کشور پرداخت میکنن، مثل انسان‌های دیگه حق حیات دارن، مثل هر شهروندی که در کشور ایران شهروند هست، اونا هم حق شهروندی دارن. خداوند در دین اسلام عقاید رو اجباری نمیکنن، چون که تکرار میکنم خداوند در آیات خودش میفرماید لا اکراه فی الدین. موقع که خداوند این اجازه رو داده که در دین هیچ اجباری نیست، انسان ها میتونن با عقایدی که دارن زندگی بکنن و حکومت اسلامی حق نداره به اونها فشار وارد کنه، ظلم کنه و زور بکنه، بلخص با این تهمت هایی که عرض کردن. و یا به اشخاصی میگن مرتدن، یعنی از دین طرد میشن، یعنی با حرکت هایی که میکنه، که دیگه از تهمت هایی که جمهوری اسلامی به انسان ها با دلایل غیر منطقی و غیر اصولی میزنه، میگه مرتدن، یعنی از اون دیدگاه و کانال خودشون که این روحانی ها و آخوند ها دارن، کسی که مثل اونها فکر نکنه، مثل اونها زندگی نکنه، نه 100% در بسیاری از نکات، اگه کسی مثل اونها صحبت نکنه، عقایدی که آخوندها دارن نداشته باشه نسبت به دین اسلام، اونها رو از دین اسلام طرد میکنن، یعنی مرتد شدن، مرتد میدونن، اونها رو مسلمان نمیدونن. ببینید چگونه نه خودشون به خودشون حق رو میدن، که آیات در قرآن خداوند، در کلام خداوند بسیار واضح و روشن است. کسی که پیامبر خدا رو تعقیب کنه، کسی که خداوند کتاب و آیات او رو تعقیب کنه، مسلمان واقعی است، نه کسی که روش آخوندها رو تعقیب کنه. روش آخوندها 80%ش در ویدیوهای قبل توضیح دادن از راه اسلام خارجه. چند مثال براتون بزنم، یادآوری مختصر و کوتاهی بکنم، مثل نزول خاری که در بانک‌های ایران هست، دقیقا مخالف آیات خداوند، مثل نرفتن به جبهه جنگ در زمان جنگ، آخوندها نرفتن و منافق شدند و بودند و هستند، و بسیاری از کارهای دیگه که در مسائل اقتصادی، در مسائل ازدواج و غیره، روشی رو آخوندها انجام میدن در ایران که 80%ش با دین اسلام منافات داره. و اگر کسی مثل آخوندها فکر نکنه، میگه مرتده. کسی میخوان راه صحیح اسلام رو طی کنه، ولی آخوندها بهشون میگه مرتده. ببینید، یعنی از دین اسلام خارج شده، دیگه ما شما رو مسلمان نمیدونیم. آخوندها این ادعا رو میکنن و انسان ها تهمت میزنن، چه و
و چقدر زشت و ناپسند میشه موقعی که انسان میخواد راه صحیح رو زندگی کنه، روش خداوند و راه پیامبر اسلام را طی کنه، آخونده چون مثل اونها عمل نمیکنه، آخونده بهش میگن مرتده. ببینید چه ظلم های چه جنایت های به اسم دین خداوند این آخوندها به مردم کردن، هنوز دارن میکنن. کسی که یهودیه بهش ظلم میشه، کسی که بهاییه بهش ظلم میشه، کسی که بخواد راه صحیح اسلام رو طی کنه آخوندها بهش تهمت های مختلف میکنن، میزنن و اونها رو از نظر شخصیت اجتماعی خورد میکنن، بعضی وقتا از نظر اقتصادی فشار میارن، بعضی وقتا از نظر راحت بودن در زندگی و ایجاد یک شغل، انجام یک شغل و و و غیره باز میدارن. چه بسا اگر بخواد کارهای دقیقتر و جدیتر مثل روزنامه نگاری، مثل خبرنگاری و غیره و غیره و غیره بکنه. ادامه میده، میرسیم به مفسد فی‌الارض. یکی دیگه از جرم هایی که و زشتی هایی که یک انسان ممکنه انجام بده اینه که فساد بکنه بر روی این زندگی زمینی و بر روی این سیاره. فساد چیست؟ فساد اون هست که انسان مغایر با مسائل اخلاقی، مسائل انسانی، مسائل حقوق اجتماعی و انسانی عمل بکنه و به انسان ها ضربه بزنه و بخواد به جامعه ضربه بزنه، به عبارتی فساد بکنه، میشه مفسد فی‌الارض. حکومت جمهوری اسلامی، سرانش، کسانی که مسئولیت کشور دارن، خودشون 40 سال است در کشور ایران در حال انجام فساد هستند. خودشون مفسد فی‌الارض واقعی هستن اکثرشون. کسانی هم که مستقیما فساد نمی کنن با مفسدین همدست شدند. و کسانی که واقعا بعضی وقت ممکن انسانهای خوبی باشن، در مسیری قرار گرفتن که سران اون مسیر اکثرا در راه فساد و فسادکاری قرار دارن، ولی انسان‌های سادلو و صاف و پاک در اون مسیر تاریکی و سیاهی قرار دارن ولی از این خبر ندارن. که من باز تکرار می‌کنم، با خواندن آیات قرآن و پیمودن راه پیامبر اسلام و ائمه اطهار، بسیار زیباست که ما می‌تونیم راه صحیح رو انتخاب کنیم و آلت دست این اشخاصی که این فسادها رو می‌کنن قرار نگیریم. خودشون این فسادها رو می‌کنن، مردم ظلم کردن، حقوق مردم رو بهش اشراف کردن، به مردم تهمت‌های مختلف زدن، فقر و فشار اقتصادی در جامعه به وجود آوردن، حقوق آزادی انسان‌ها رو در جامعه ایران محدود کردن قانون‌گذاران و سران کشور و کسانی که اونها کار میکنن، به عبارتی فساد کردن. بعد خود اینها به مردمی که با این ظلم‌ها میخوان برخورد کنن و آزادیشون رو میخوان، حق خونشون رو میخوان، حق زندگیشون رو میخوان، اکثرا میگن مفسد فی‌الارض هستید. خود مفسد فی‌الارض به انسانهایی که در راه زیبایی میخواد زندگی بکنه میگن مفسد فی‌الارض هست. ببینید مفسد فی‌الارض خود این اشخاصی هستن که حکومت کشور ایران رو به دست گرفتن، 80% باز عرض میکنن، با اجرای قوانین غلط، با اجرای احکام غلط، با ایجاد فشار، ندادن آزادی، حمایت نکردن از مستضعفان و شکستن استقلال ایران، بردن آبروی حیثیت ملت ایرانی ها در سطح جهانی، با عملکردهای اشتباه و خشونت آمیزی که این جمهوری اسلامی در این 40 سال اخیر داشته. ببینید اینا فساده، خودشون مفسد فی‌الارض هستن. مفسد فی‌الارض فقط این نیست که زنا، شخصی بره زنا بکنه بگیم شما مفسدی، اون گناهه. گناه و فساد بعضی وقتا یکی میشه. کسی بره سرقت بکنه، کسی بره قاچاق مواد مخدر بکنه، کسی بره فحشا بکنه، اونا هم فساده. اما فسادهای دیگری که این آقایون میکنند اونا چه میشه؟ ببینید با ایجاد قوانین غلط در کشور ایران ظلم کردن، انسانها رو بهشون ظلم کردن، به عبارتی فساد کردن و مفسد فی‌الارض شدن، بودند و هستند این سران کشور ایران. فوقش لباس روحانی میپوشن، نماز میخونن، روزه میگیرن، حج میرن و زنانشون چادر سر میکنن و در ایام محرم میرن سینه میزنن. اینا میگن نشانه مسلمانی است. نخیر، مسلمان واقعی کسی است که احکام خداوند رو طی کنه به شکل صحیح و روش پیامبر اسلام رو طی کنه
روزی گرفتن، نماز خوندن، مشروب نخوردن، زنا نکردن، فحش نکردن بخشی از قوانینه. قوانین دیگه چی میشه؟ قوانین دیگر چه میشه؟ ببینید اینها رو این آخوندها و این روحانیون یا از یاد بردن یا از یاد نبردن، صراحتا و با شجاعت به مردم ظلم میکنن، به عبارتی فساد میکنن. نکته دیگه چیز؟ محارب، کسی که وارد مستقیما جنگ و ستیز با زیبایی، با روشنایی، یعنی با احکام خدا میشه. کسی که در یک جامعه اسلامی و یا در یک جامعه بشری صحیح زندگی نکنه، به عبارتی داره به اجتماع ضربه میزنه. و موقعی که اجتماعی احکام خداوند رو به شکل صحیح میخواد اجرا کنه، که باز عرض میکنه بر طی 23 سال که اون تحول جامعه نشون میده به مرور زمان احکام بعد در جامعه اجرا بشه، که باز مرور مختصر اینجا تکرار میکنم، در ویدیوهای قبل هم عرض کردم، محمد سلام الله قوانین خداوند رو توسط خداوند بهش در طی 23 سال ابلاغ شد و در طی 23 سال انجام داد. نشون دهنده این که اون جامعه نیاز به زمان داره برای قبول و اجرای یک قانون. علی‌ای حال در زمان مقتضی اگر قانون اجرا بشه، قانون صحیح و زیبا، به مردم ظلم نشه، به مردم فشار نیاد، به مردم آزادی داده بشه و احکام خداوند صحیح اجرا بشه، اگر کسی در اون زیبایی عمل نکنه، اون موقع بله میتونیم بگیم شخصی در یک جامعه صحیح داره زندگی میکنه، ظلم نیست، فساد نیست، رفاه زندگی برقراره، آزادی در جامعه برقراره، قوانین اسلام به زیبایی داره آموزش داده میشه، نه با ظلم و جنایت و تهمت و افترا. اون موقع بله، اگر کسی بره مخالف احکام خداوند عمل بکنه، احکامم احکام شخصی داریم، احکام اجتماعی داریم، احکامی که به اجتماع ضربه بزنه نه به شخص خودش، این بله میتونیم بگیم در مقابل خداوند قرار گرفتنه. ولی این حکومت جمهوری اسلامی ایران اون بستر زندگی رو در زمین های اقتصادی، آزادی، رفاه اجتماعی، شخصیت کشوری، ملیتی، بین المللی انجام نداده، به مردم فشار 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 آورده. ولی شما هم یه شخصی اگه میره کار میکنه میگه آقا محاربه، خود شما محارب شده ای، اکثران حکومت ایران که مردم فشار میارید، ظلم میارید و احکام خداوند صحیح اجرا نمی کنید، بالعکس اجرا می کنید 80%. قوانینی که خودتون ساخته اید به مردم تحمیل می کنید و با اسلام منافات داره، که براتون مثال هایی زدم، اینجا یک مرور بکنم، نزول خالی رو در بانک ها اشاعه دادید، مردم رو به نزول خالی عادت دادید، این کجاش اسلامه؟ این مفسد فساد در زمین نیست؟ این محاربه با قوانین خداوند نیست؟ ای سران جمهوری اسلامی ایران، کسانی که با این حکومت کار میکنید، آقا چون خودتون چرا سوال نمیکنید؟ ببینید یک مثال، مثال های دیگری که خدمتون بسیار بسیار زدم در رابطه با دادن آزادی، در ویدیوهای قبلم عرض کردم خداوند ایجاد احزاب را در جامعه در کشور اجازه داده، لایک را حفظ دین گفته، فشار نیاری، زور نکنید، در جامعه از مستضعفان حمایت کنید، فقر رو از بین ببرید، این کارها رو نکردن و حکومت رو به دست گرفتن، به عبارتی خودشون دارن محاربه میکنن به قوانین خداوند. محاربه چجوری میشه پس؟ اگر میگید محاربه اون شخصی که به خاطر ظلم فشاری که شما به وجود آورید اگر میره خطا میکنه، اون خطاش بله معلومه که باید مجازات داشته باشه، ولی خود شما ایجاد کننده اون فساد ها شدید، خود شما عامل فسادی، این یعنی محاربه اصلی که سران حکومت ایران این را انجام دادن، هنوزم دارن میدن. یادآوری میکنم از جملات خود آقای خمینی، ما را بس که ظواهر را حفظ کنیم. پیام پیامبر خدا، پیامبران خدا ایجاد ظواهر نبوده، ایجاد ظواهر موقعی به وجود میاد که اتوماتیک یک شخصی از درون تغییر کنه و خداوند اومده، معذرت به خداوند پیامبران فرستاده، پیامبران آمدن که درون انسان رو تغییر بدن، فکر انسان رو گسترش بدن، که موقعی که فکر انسان گسترش پیدا کنه و در مسیر زیبایی قرار بگیره، اتوماتیک اون ظاهر رو حفظ میکنه، نمیره دزدی کنه، نمیره به مردم ظلم کنه فشار بیاره، نمیره حق مردم مستضعفو بخوره، که اون حکومت ایرانی کارها رو کرده.
امشب چی رو بیان کردم؟ امشب دارم سعی میکنم این کلمات و این ادعاهایی که این حکومت جمهوری اسلامی ایران توسط رهبر چه قبلی چه فعلی و همکاران اون رو انجام میدن، 80% خودشون عامل این فساد هستن، محاربه میکنن با قوانین خداوند، خودشون از دین اسلام خارج شدن و مرتد شدن، خودشون دارن فساد میکنن، خودشون به عبارتی در مسیر کفر قرار گرفتن و از حقیقت خارج شدن. ببینید تمام این تهمت هایی که میزنن به خودشون متعلق میشه، به خودشون بر میگرده. پیرو حقیقت باشیم، پیرو زیبایی باشیم، پیرو خداوند اکتا و پیامبران خدا باشیم و هر کسی با هر نامی در روی این زندگی زمینی در هر تاریخی بیاد و با ادعاهای مختلف و متاسفانه با ادعای اسلام و نام خداوند و پیامبر خدا این ظلم ها رو فساد ها رو میکنن، خودشون مفسد فی الارض هستن و ما پیرو مفسدی نباید باشیم، پیرو کسانی که ظلم میکنن نباید باشیم، پیرو کسانی که از حقیقت خارج شدن و کافر شدن به عبارتی نباید باشیم، پیرو کسانی که قوانین خداوند رو اجرا نمی کنن و بالعکسش رو انجام میدن به عبارتی محاربه میکنن نباید باشیم، که تمام این کارها رو این حکومت جمهوری اسلامی 80% رو کرده. اینجا دعا میکنم پروردگارا ما رو در مسیر روشنایی و زیبایی و پیرو پیامبران خدا قرار بده و در هر زمانی سرفراز زندگی کنیم و در مسیر زیبایی و روشنایی زندگی کنیم و حق رو از باطل تشخیص بدیم و یاری خودت را شامل حال ما بکن. و سلام.